كامبرباتش. اي او برشيد ايش برشيد من ساز تمرین می‌کردم. آرمین جان یه سوال داشتم، خواستم بفرمایید. بپرسم که تعریف از خرافات چیه؟ سوال خوبیه. تعریف خرافات همه عقایدیه که بر اساس بدون سند و بر اساس ربطی داشته باشه به عقاید غیر طبیعی، به دنیای غیر ماورا طبیعی رفته باشه. خب بذاری من فکر کنم. سوال خوبیه. عقایدیه که بدون سنده و بدون منطقه و بر اساس و اکثرش نمیدم. ببخشید من افتادم بیرون، از اول توضیح بده. من صدای کل صدای کل کامبرباتش. من صدای تو رو دارم. صدای باش باش. اگه میشه هدست بذارین که صدا من اکو نداشته باشه. ببینید من سوال خوبیه، چون من فکر کنم که چند تا چیز باید داشته چند تا پایه است اینکه یه چیز خرافات باشه یا نباشه. یکی این که معمولا وقتی ما در مورد خرافات صحبت میکنیم داریم درباره عقاید به دنیای ماوراءطبیعه صحبت میکنیم. خب یعنی یه چیز یک سری، ولی خب میخواستم بگم باید دنیای ماوراءطبیعه توش باشه. نمیدونم آیا این هست یا نه تو تعریف خرافات، ولی میدونم که حتما باید عقایدی باشه که بدون سند و بدون براساس منبع میخوای صحبت کنی بگو. نه بفهم. منبع یعنی نتیجه گیری، عقایدیه که نتیجه گیریه بر اساس منابعی که نه خرد نه سند نه آمار، منبعش اینه. ولی نمیدونم که آیا باید عقاید ماورا و طبیعه باشه یا نباشه. تو نظر خودت چیه؟ تو تعریفت چیه؟ واقعیتش اینه که من داشتم صحبتهای آقای وری امیر رو دنبال میکردم، جمعه ها برنامه دارن ایشون، در مورد همین خرافات صحبت میکردن. گفتن که هر باوری که اهم از این که البته موجه یا غیر موجه باشه، هر باوری که بی پایه و بدون شواهد مستدل باشه به اون میتونیم بگیم خرافات. منم اینو فکر کردم، ولی الان دارم نگاه میکنم درست گفتم. فقط اون لازم نیست. اینجا نگاه کنید نوشته سوپرستیشن، تعریفش اینه که excessively credulous belief in and reverence for supernatural belief. یعنی عقاید تو تعریفش این که عقاید ماورا طبیعه هست تو تعریفش هست، پس من حدسم درست بود. یه ایرادی آخه میشه به این تعریف گرفت. ایراد این هست که مثلا فرض کنید در زمان هیئت بطلمیوسی توی اون دوره که بودیم، خب زمین رو گرد نمیدونستن، درسته؟ اگه یک نفری ادعا میکرد که زمین گرده و شواهد کافی ارائه نمیداد، آیا این گفته ای او مبنی بر گرد بودن زمین رو میتونستیم خرافات بدونیم یا نه؟ نه، چون که بر اساس آیا نتیجه گیریش بر اساس ماورا طبیعه هست یا نه؟ ببین اتفاقا جالبه دقیقا. پس فقط اگه بی اساس باشه نتیجه گیریتون، این کافی نیست که بگش بگیم خرافات، باید بر اساس عقاید به ماورا طبیعه باشه. یعنی یه نتیجه اگه این ماورا طبیعه رو از تعریفش بگیریم بیرون، اون وقت هر نتیجه اشتباهی میشه خرافات، در صورتی که هر نتیجه اشتباهی خرافات نمیشه. بله درسته. البته یه جورم میشه گفت که تقریبا مطالب علمی خیلی کم پیش میاد که بدون اویدنس ما به یه نتیجه درست برسیم. هست، نمیگم نیست، ولی خیلی فکر می‌کنم کم همچین چیزی اتفاق میفته. اولین کسی که به گرد بودن زمین اشاره کرده بود، اگه اشتباه نکنم، یک دانشمند زن بود، مال خیلی قرون ابتدایی هم بود، فکر میکنم اسمش پاتریشیا یه همچین اسمی داشت. هایپیشیا. بله بله. مثلا خب اون هم این خانوم نگفتم اگه میشه میتکن. نه فکر کنم گرد بودن زمین این خانم اینو این نبود که این خانم اینو کشف کرد. این خانم کشف کرد که
مداری که کره زمین توش بله بله بیزیه بیزی. آره آره من یه لحظه اشتباه کردم، درست، کاملا درست. و اینکه خب متافیزیک هم خودش باید ثابت بشه که در رده خرافات دیگه، درست میگم؟ همینطوری که ما نمیتونیم ادعا بکنیم، چون الان یه چند روزی خیلی رومهایی داره توی کلاب هاوس شکل میگیره، مینویسن این تیترشون اینه که اسرار ماوراء الطبیعه، آیا ممکن، آیا خرافات، مثلا خیلی بحث میکنن روی این مسائل. بعد ما اگه بیاییم پیشفرزمون رو این بگیریم که خرافات مساوی با ماوراء الطبیعه، اینا زیر سوال برن. و خیلی هم جالبه، بعضیشون زمین تخگران، بعضیشون قوانین نیوتن رو قبول ندارن. یکیشون بود کارشناسی ارشد هوافضا بود از دانشگاه لستر، ولی نیوتن رو قبول نداشت، قوانین نیوتن رو قبول نداشت. خیلی عجیب بود برام. خب یه چیز دیگه بگم، ولی شما دارین میگین که این درست بودن یا غلط بودن نتیجه دلیل نمیشه که مثلا یک چیز خرافات باشه یا نباشه، چون یه چیزی ممکنه، بازم گفت میگم، یه چیزی ممکنه دلیل غلط باشه، خیلی هم بیخود نتیجه گیری یه کسی کرده باشه، ولی به شما حتی اگه بگی مثلا زمین گرد نیست، خب من فکر کنم این میتونه خرافات باشه یا خرافات نباشه. خب شما بگی من رفتم تحقیق کردم، اندازه گیری کردم با ستاره و سایه و اینا، به این نتیجه رسیدم که زمین گرد نیست، خب این خرافات نیست، این شما نتیجه گیری احمقانه، شما از روش های اشتباه استفاده کردین، به یه نتیجه اشتباه هم رسیدین، علم هم بلد نیستین، میگین زمین گرد نیست، این خرافات نیست. خب حالا ولی یه نتیجه درست میتونه خرافات باشه. یه نفر میگه نه زمین گرده به خاطر اینکه زمین مغز خداست، خب و چه میدونم از خودم دارم میسازم، و چون مغز خدا شکلش گرده و چون یه مغز گرده زمینم باید همین گرد باشه، مغز ما رو نگاه کنین گرده، زمینم گرده، این با اینکه نتیجه گیری درسته، این خرافاته، به خاطر اینکه به دنیای ماوراءطبیعه و چیزای سوپرنچرال اینا اعتقاد داره، یعنی درست بودن یا غلط بودن نتیجه خرافاتش نمیکنه. یعنی ما باید اول اون پیشفرزمون رو ثابت بکنیم، بعد از اون استفاده کنیم در جهت اینکه تشخیص بدیم چی خرافاته چی نیست، درسته؟ اول باید ثابت کنیم که ماوراءطبیعه خرافاته، درست میگم؟ آخه لازم نمیشه که همینجوری یه پیشفرز بگیریم. نه آخه پیشفرز نیست، این تعریفه. یعنی این تعریف، مثلا یه چیزی که تعریف باشه دیگه لازم نیست شما اثبات بکنید. خب شما مثلا میتونید بیان بگین که بین این فرق من آبی چیه؟ خب من میگم که تعریف رنگ آبی موج نور بین این فرکانس و اون فرکانسه، خب بعد شما میگین خب بیاین اثبات کن که این آبیه، یا من چی رو اثبات بکنم؟ ما داریم تعریفش میکنیم، تعریف کردن یک چیزی رو که تعریف میکنیم که آبیه دیگه اثبات نمیخواد، ما خودمون داریم، دست ماست که چی باشه وقتی که داریم لغت‌ها رو تعریف میکنیم. ما اگه بیام میگم خرافات بر اساس عقاید به ماوراءطبیعه است، این اثبات لازم نداره، این تعریف لغته. ببین من اصلا میگم که این مثلا ما به این میگیم چه میدونم ریموت، به این میگیم ریموت، خب تو میگیم که خب چرت اثبات کن که این ریموته، ما با هم تصمیم گرفتیم که اسم اینو بذاریم ریموت دیگه، اثبات نمیخواد. یعنی میگی که تصمیم گرفتیم که اسم ماوراءطبیعه رو خرافات هم بگیم، درسته؟ یه همچین چیز میشه دیگه. تعریف کاملش اینه، excessively credulous belief in and reverence of supernatural beings. اینو ترجمهش میشه اعتقاد شدید. credulous رو چجور ترجمه میشه تعریف کرد؟ اعتقاد ساده لوحانه، اعتقاد شدید ساده لوحانه و احترام به عقاید ماوراءطبیعی، این میشه تعریف خرافات. اگه نفر بیاد بگه این اثبات کنه، خب این تعریف. آرمین وقت هست یه سوال دیگه هم بپرسم در همین زمین؟ اینو من جواب دادم، اینو من جواب دادم درست، ولی یعنی متوجه شدی؟ یعنی متوجه مطمئن نیستم، ولی خوب بود، بد نبود.
اوکی اوکی خب بپرس. اوکی اوکی خب بپرس. اینکه چقدر تجربه ها قابل اعتمادن در پذیرفتن یک سری مسائلی، مثلا خب همین توی موضوع ماورا و طبیعه ما با افراد خیلی زیادی مواجهیم که یک سری تجربه های مثلا به گفته خودشون ماورایی دارن، خب یا حتی همون عرفانی که در ابتدا ازش حرف زدیم، یه بحثی هست به نام تجربه های عرفانی مثلا، خب حتی یه دانشمند که نمیدونم هست یا نه، یک شخص غربی به نام ویلیام چیتیک یک کتاب داره در این زمینه، مثلا میگه تجربه های عرفانی وقتی که در طول تاریخ تکرار شدن میشه، مثلا اینجوری استدلال میکنه که وقتی در چند جای تاریخ که به هم خیلی پیوسته هم نیستن، متصل هم نیستن، یک سری تجربه های یکسان و مشابهی تکرار شدن، مثلا ما اینا رو میتونیم بگیم که شک کنیم که ممکن بوده واقعا وجود داشته باشه. چطور میشه این تجربه ها رو رد کرد؟ مثلا من خودم یه پدربزرگی خرافاتی دارم، اگه بشینی پیشش به توضیح میده که چجوری یه سیدی اون موقع زمان شاه اومده بود خونهشون، نفت نداشتن، اون موقع بخاری نفتی بودن، نفت نداشتن و آب ریخته بود به خاطر اینکه سید بوده و اجر و قرب خوبی پیش خدا داشته، اون بخاری نفتی یک هفته با آب سوخته بود مثلا، خب و حاضر بود قسم بخوره به این، و فرد دروغگویی هم نیست که مثلا بگیم چرت و پرت میگه همیشه. یعنی باورها رو چجوری، ببخشید تجربه ها رو چجوری میشه رد کرد؟ چون تجربه ها خیلی تعدد و تکثر دارن متاسفانه. خب ما خب خیلی هم داستان داریم که کسایی که خیلی مثلا صادقن و اینا، مثلا توی هزاران نفر توی هند رپورت دادن که خدا مجسمه های خداشون داره شیر میخوره. اینو دیده بودین که مثلا توی هند رپورت اومد، کلی ویدیو اومد، تمام هند از توی معبدهای مختلفشون داشتن نشون میدادن که خدایانشون وقتی شیر میگیرین جلوی مجسمه این شیره رو همه رو دارن میخورن. یه معجزه بود که همشون میدیدن. خیلی من مسیحی دیدم که واقعا میگن که مسیح اومده دیده، اصلا جلوشون دیدنش با، یعنی اصلا قسم میخورن که هیچ وقت تو عمرشون دروغ نگفتن، مسیح و جلوی خودش گفتن، مسیح و جلوی خودش پریسلی دیدن. چی؟ یا مثلا بعضیا تو امریکا فکر میکنن با الویس پریسلی ملاقات میکنن. خب اگه اینا هم، اگه اینا رو ما بخوایم به هیچ کدومش محل هر اینا رو بذاریم، خب باید همه‌شون رو باید جدی بگیریم. پس یعنی چی؟ یعنی هم امام زمان واقعیه، هم از دین مسیحیت درسته، هم دین مسیحی‌ها درسته، همه اینا با هم، اینا که این دینایی هستند که با هم تناقض دارن، نمیشه که همش درست باشه. یعنی معلومه که نه خب منظورم اینه که خب چه ملاکی ما باید داشته باشیم در پذیرفتن تجربیات، یعنی که اصلا به نظرت نباید تجربیات رو ملاک قرار داد، نباید اصلا تحلیلشون کرد تجربه ها رو به عنوان داده ارزشمند. خب من می‌خواستم به همینجا برسم. ببینید ما مغز انسان توی دنیای زیست جوری تکامل پیدا کرده نه برای زندگی توی جامعه مدرن. ما مغزمون تکامل پیدا کرده برای زندگی توی غار و جنگل و صحرا و اینجور چیزا. خب یعنی ما مغزمون جوری طراحی شده که شکار کنیم، از مثلا از حیوانایی که مثلا برامون ممکنه خطرناک باشه فرار بکنیم، تو قبیلمون بتونیم رول خوبی داشته باشیم. ما مغزمون برای این تکامل طراحی شده، برای همین نه اینکه مثلا بیایم دانشمند بشیم، بیایم آمار جمع کنیم به نتیجه برسیم. برای همین نمیتونیم کامل به تجربه هامون اتکا کنیم. یعنی ما باید تجربه های روش جمع آوری اطلاعات برای مغز ما برای توی دنیای مدرن به طور خوب طراحی نشده. خب هم جمع آوری اطلاعات ما بفرمایید. این حرفتون علمیه، یعنی میشه از یه جایی مراجعه کرد خوند اینکه مغز ما تکامل پیدا کرده برای مثلا جامعه اگریکالچورال، نه مثلا برای مادرن، حتی اگریکالچور هم نه، حتی قبلش. بله بله این خیلی من یه کتاب به شما معرفی کنم، Why We Believe. انگلیسیتون خوبه؟
تا حدودی بد نیست، ولی خب ترجمه داشته باشه خیلی بهتره. کتابای مایکل شرمر رو اگه برین بخونید، How We Believe by Michael Shermer خیلی کتاب خوبیه در برای موضوع، همش هم منبع هم داره، یعنی فقط کتاب چیز نیست، منبع هم داره. How We Believe ببینید تجربه ما ببینید قدرت علم هم برای همینه. خب قدرت علم، علم یک سیستمه، علم یک مش اطلاعات نیست. خب اگه علم یک مش اطلاعات بود که اینقدر عوض نمیشد. علم یک سیستمه. خب علم یک سیستمیه که میاد یک پروسس هایی به وجود میاره که جلوی نقص های مغز ما رو بگیره. خب جوری که ما تجربه هامون، اطلاعاتی رو که ما از محیطمون جمع‌آوری میکنیم، جوری که مغز ما پروسسش میکنه و جوری که نتیجه گیری میکنه، یه نقص‌های خیلی شدیدی داره. و این دلیلی که این مثلا کسایی میگن که خب این عقاید، میگن که این عقاید حتما باید درست باشه، چرا یه نفر توی هند و یه نفر توی ایران و یه نفر توی مثلا این مایان ها توی مثلا آمریکای شمالی که اینا با هم هیچ رابطه ندارن یه خرافات شبیه همی دارن، یعنی این خرافات حتما باید درست باشه، مگر اینقدر شبیه هم نبودن. خب برای اینکه مغز نقص مغز انسان شبیه همه که به همین با چیزایی که تو طبیعت میبینه جاهای مختلف بدون که با هم رابطه داشته باشن به همون نتیجه های دیگه مختلف به همون نتیجه میرسه. خب بلکه مغزمون دقیقا به همون بفرمایید. عرض کردم کاملا موافقم، خودم هم به همین فکر میکردم. برای همین علم هم، برای همین قدرت علم هم، برای همین اینه که مثلا میاد دابل بلایند میذاره، میاد مثلا میخواد روش مثلا جمع‌آوری اطلاعات رو میخواد رندومایز بکنه، خیلی چیزای مختلف دنیای علم میاد پیشنهاد میکنه که این بایس های مغز ما رو جلوش رو بگیره. نه فقط ما، خود دانشمند ها، یعنی پروسس سیستم علم سیستمیه که به خود دانشمند اعتماد نمی کنه. خب علم به دانشمند اعتماد نمی کنه، میگه دانشمند تو مغزت ناقصه، میای نتیجه گیری های بی خود میکنی، این پروسس ها رو هی ما این پروسس ها رو میایم عوض میکنیم. خب یعنی سیستمی که ما درست کردیم که اسم علمه، هی میایم مثلا یه درجه هاشو عوض میکنیم که میبینیم ما میدونیم این نتیجه گیری هایی که از علم میگیریم از اینجا میدونیم که از مغز انسان بهتره، به خاطر اینکه به ما نتیجه های بدون تناقض میده و نتیجه هایی میده که قدرت پیشبینی داره. خب یعنی این قدرت پیشبینی علم و مدل های بدون تناقضی که ازش به دست میاد و تکنولوژی که از علم میگیریم سند اینه که نتیجه گیری هایی که از سیستم علم میشه بر اساس واقعیته. شما نتیجه گیری هایی که بر اساس فقط خرده و بدون این سیستم علم استفاده میشه به ما هیچ وقت انقدر قدرت پیشبینی و مدلای بدون تناقض نداده به شکلی که دنیای علم داده. ما از خرد کجا تونستیم مثلا فقط خرد بدون علم تونستیم مثلا تکنولوژی به وجود بیاریم؟ یعنی ما طبیعت رو فقط تونستیم با علم بشناسیم، نه فقط نه با خرد. خب البته خرد هم لازم داریم، برای اینکه بالاخره ما باید بیایم ببینیم که وقتی سیستم علم و مدل میام طراحی میکنیم که نتیجه گیریاش بیشتر بدون تناقض باشه و بیشتر قابل مدلای با قدرت پیشبینی به ما بده، باید از خردمون استفاده کنیم که بیایم قضاوت بکنیم که آیا این سیستم بهتره یا نه. ولی خرد ما به ما نشون داده که به خودمون نباید اعتماد بکنیم. خب یعنی همون برمیگرده به همون سقراط که میگفتش که تنها چیزی که من میدونم اینه که هیچی نمیدونم. خب یعنی ما با اعتماد کم با خرد موقعیه که باید بدونی که اعتماد نباید بکنی به خرد. خب علم برای همین به وجود اومده. بفهمید چه مفهومی؟ خیلی ممنون، توضیحات خوبی بود. فقط یه سوال دیگه هم که دارم اینه که به نظر تعریفت از معنا تو زندگی، در زندگی انسان چیه؟ خب آیا معنا و هدف توی زندگی کم فلسفی طور میشه؟ مثلا چون میدونی که حتما موافقی که معنا داشتن زندگی برای انسان ها یک چیز ضروریه، درسته؟ و مثلا خب اتئیست ها برای زندگیشون شاید هدف از پیش تعیین شده ای نداشته باشم، درست میگم؟ تعریفت از معنا برای یک ACS چیه؟
من قبل از اینکه جواب بدم یه مثال میشه بزنم درباره اینکه نقص خرد انسان، یه مثال بزنم که بگم که چجوری برای دنیای برای دنیای قبل از تمدن وجود اومده. ببینید شما نگاه کنین که ما توی شما فرض کنین که دنیای قبل از تمدن، خب فرض کنین که شما مثلا توی مثلا جنگل هستین، پشت یک درخت یه صدایی میاد. خب شما میتونید دو تا نتیجه گیری کنید. این صدا مثلا فرض کنید که مثلا یه چیزی بود که یک حیوانه، یا اینکه مثلا هیچ چیز خاصی نیست، مثلا باده، خب، یا یه چیز خطرناکیه، یه چیز خطرناکی نیست، مثلا یه بادی اومده مثلا برگار تکون داده و صدای خیلی نگران لازم داشته، یا اینکه ممکنه یه چیز ببری چیزی باشه که الان داره مخاط با شما حمله کنه، خب یا خطرناکی یا خطرناک. خب دو تا نتیجه گیری میتونیم بکنیم بدون که ببینین واقعا این منبع این صدا چیه. خب یعنی آیا ایجنسی پشت این صدا هست یا نه؟ من ایجنسی رو دارم سعی میکنم ببینم ترجمه خوب براش پیدا میشه یا نه. آیا پیدا میشه نه؟ آیا شعور عالی، آیا یک چیز با هدف، یک شعور، یک چیز با هدف باعث این صدا شده، یک چیز بیشعور یا بی هدف باعث این صدا شده؟ خب من اگه تصمیم بگیرم که این نباد بود، یک چیز بیشعور و بی هدف باعث این صدا شده، خب فرار نمی کنم. خب اگه فرار نکنم و باد بود، خب هیچ مشکلی، نتیجه گیریم درست بود، زنده میمونم. اگه فرار نکنم و ولی این واقعا ببر بود، من میشم نهار این ببر، خب، و میمیرم. حالا بیایم نتیجه گیری دوم بکنم. خب پس این دو به نتیجه گیری اولم دو تا آخرش به دو تا یا نهار باب شدم یا هیچ اتفاقی نیفتاد. نتیجه گیری دوم باعث میشه که اگه نتیجه بگیرم که این بی شعور و بی هدف بود، یعنی ایجنسی نبود پشتش، و من فرار کنم. خب اگه باد بود، خب فرار کردم، هزینه خیلی بدی نداره. یعنی حالا مثلا فرض کنم اشتباه نتیجه گیری کردم و این فقط صدای باد بود و ولی من فکر کردم و ببره و فرار کردم و با اینکه نتیجه گیری اشتباه کردم، خیلی هزینه ندادم، هزینه‌ام کم بود. خب ولی فرض کنید که نتیجه گرفتم که این صدا پشت چه شعور بود و یک چیز با هدف، مثلا یه ببری، یه چیزی بود خطرناکی بود و فرار کردم و نتیجه گیری من درست بود. خب اینجوری الان جونم رو نجات دادم، نتیجه گیری درست کردم و فرار کردم و نهار این ببر نشدم. خب یعنی تو طبیعت باعث میشه که من اگه بیشتر مواقع مغزم جوری تریهایی بشه که اکثر موقعها یک اتفاقی که میفته پشتش من یک جونور با شعور و هدفدار ببینم. خب یک ایجنسی پشتش ببینم. خب یعنی من اگه زیادی ایجنسی تو طبیعت ببینم، بیشتر از اون که باید، هزینه کم میدم. ولی اگه ایجنسی کم تو طبیعت ببینم، اون وقت هزینهش ممکنه زیاد باشه. یعنی به نفع طبیعت، خب، که مغز من رو جوری تکامل بده که حتی موقعهایی که برای اینکه مراقب بنز کافی مراقب باشه که من نهار یک ببر نشم، بیشتر موقعها جاهای ایجنسی ببینه پشت اتفاقاتی که تو طبیعت داره میفته. حالا چند بارم نتیجه گیری اشتباه کرد، ایجنسی نبود، ولی من نتیجه گرفتم، اشکال نداره. بهتره که یه ذره بیشتر از این که ایجنسی هست من تو طبیعت ایجنسی بودم. برای همین مغز ما مثلا تو طبیعت جوری طراحی شده که تو خیلی جاها اتفاقی میفته که هیچ هدفی پشتش نیست و هیچ کسی هم این تصمیم رو نگرفته، ولی مغز ما تصمیم گیری که نه یک کسی پشت این بوده. منم میتونم یعنی خودتو میتونم من تموم شرفم. برای همین چون مغز ما اینجوری طراحی شده که از خود از زمان نگهداری کنیم که اینجوری نهار برب نشیم، برای همین ما مغزمون خیلی هایپره، همه جا دیگه ایجنسی میبینه. خب بارون میاد، میگیم این نفر داره بارون میریزه، گل در میاد، یه نفر این گل داره از خاک در میاره. خب خورشید میبینیم سیاه شد، یه نفر داره خورشید رو میخوره. خب یعنی اینجوری نیست که اینا بدون هدف داره این اتفاق میفته. برای همین مغز ما تو طبیعت یه جوری طراحی شده که همه جا ایجنسی میبینه. بفرمایید شما خواستین بگید.
نه دستم خورده بود، ببخشید حرفتون رو قطع میکنه، حواسم نبود. بله متوجه شدم، یعنی منظورتون اینه که فهمای کلامتون اینه که به نفعش مغز انسانی که فکر کنه که یک عملیات. چی شد کامر بچرف؟ قاسم میگه ایجنسی میشه عملیات. اوکی عملیات، مرسی. ولی عملیات باید پشتش یک موجود هدفدار باشه، نمیتونه فقط عاملش چیز غیر بی فکر باشه. من عملیات آیا ترجمه خوبیه؟ هستی کامر بچ؟ شما تصویرتون رفت، صدای منو شنیدید؟ بگو نشنیدی صدای منو؟ نه آها، عرض کردم که فهمای کلامتون اگه درست متوجه شده باشم اینه که به نفع بدن و مغز انسانه که یه ایجنسی و هوشی رو پشت سر تمام تک تک رخدادهایی که توی طبیعت میفته متصور بشه، تا اینکه اگر یک وقت اشتباه کرد که در طول تاریخ تکاملش هم به کرات اشتباه کرده بود، ضرر و تاوان کمتری رو به طبیعت بپردازه. درسته؟ درسته. متشکرم. کامر بچه این دفعه بعد با هدست بیا. که اکو نده. آره من دفعات قبلی که می اومدم این مشکل نبود. نمیدونم چرا صدا دوباره برمیگرده. الان در دسترس هم نیست هدست متاسفانه. آره یه سوال دیگه که داشتم همون در مورد معنا بود. چون خیلی راحت تر یه معنایی برای زندگیشون تیستا پیدا میکنن و خیلی زودتر و راحتتر و از این دغدغه ها و گرفتاری های ذهنی خیلی راحت با این دغدغه ها و مشکلات ذهنیشون خیلی راحتتر کنار میان. ولی خب واقعیت هم است آتیستا خیلی بیشتر دچار اون اصطلاحش نمیدونم چیه، وحشت چی میگن اگزیستانسیال، دچار یه حس میکنن که انسان در یونیورس الون هست و مثلا پشتیبانی نداره، از این جهت خیلی دغدغه ذهنی پیدا میکنن. آره این معنایی که ما میتونیم برای زندگیمون تصور کنیم رو در چه قالبی میشه تعریفش کرد؟ مثلا تعریفی که وریا امیری توی همون سخنرانیشون گفتن این بود که من از لحظه حالم لذت ببرم، این معنای زندگی منه. آیا میشه یه همچین تعریفی از معنا توی زندگی داشت؟ خودتون میت نگه تا که من اکو نده، بعدش هم برزی نمیرم سراغ انسان خردمند. من فقط یه چیز دیگر از حرف قبلیمون بزنم، این که ما ایجنسی میبینیم تو طبیعت، فقط هم تو طبیعت نیست، الان میرم بعد از این میرم سراغ معنا. حتی کسایی که بدین هستن هم اینجوری هستن. من مثلا میبینم مثلا شما خیلی از حتی تو ممکنه عقاید دینی هم نباشه، مثلا خیلی از مسلمان ها مثلا فکر کنن همه چی هر اتفاقی که میفته مثلا صهیونیست ها پشتش هستن. خب یعنی هر مثلا اگه مثلا اقتصاد، یا یعنی اینکه خود خیلی از ایرانی ها فکر میکنن که هر بلایی سرشون میاد مثلا ممکنه، نمیدونم حالا نمیخوام، یعنی مثلا این توهمای توتم که وجود داره به خاطر اینه که مثلا ما ایجنسی میبینیم تو جاهایی که ایجنسی وجود نداره. یعنی فقط هم توی دین نیست، مثلا میتونیم بگیم ایلومیناتی، آدم فضایی ها، جن، چه میدونم روح، یعنی مثلا خیلی چیزایی که اعتقاد زمین تخگرایی مثلا. بله کلا ما جاهای اتفاقی که میفته که پشتش کسی نیست یا پشتش هیچ کسی این بلا رو سرمون نیاورده با باعثش نشده، خیلی حتی کسایی هم که دین ندارن یه کسی رو یه چیزی رو میبینن، یه میخوان ترجیح میدن که مثلا حتی زلزله هم که میاد بعضیا میاد میگن که مثلا آمریکا یه چیزی ساخته که مثلا زیر زمین داره زلزله به وجود میاد. کلا نمیتونن باور کنن که هیچ چیز اتفاقی براشون داره تو زندگیشون میفته بدون اینکه کسی اصلا این بلا رو سر ما نیاورده باشه، یا حتی چیزای خوبم که اتفاق میفته میکنن یه کسی این کار انجام داده. برم سراغ معنا. ببینید ما این که ما تو زندگیمون چجوری معنی پیدا میکنیم،
اتفاقا این که بدون دین خیلی بهتر انجام میشه. برای اینکه مشکل دین اینه که یکی از مشکلات دین اینه که جوابی که برای این سوال داره برای هممون یکیه. خب در صورتی که من با شما فرق دارم، خب ما جوری که تو زندگیمون میتونیم معنی پیدا بکنیم همش یکی نیست. خب اینکه ما ببینیم ما دوست داریم تو زندگیمون معنی پیدا کنیم، خب دوست داریم که احساس بکنیم که مهمی، خب و این برای ما یک حیوان جامعه گرایی هستیم که دوست داریم جای خودمون رو تو جامعه بدیم، یعنی از بقیه حیوان ها بیشتر به این ببین بقیه حیوان ها هم اینجوری هستن ها. مثلا فرض کنیم توی گوریلا یا توی مثلا توی شیرا یک گوریل خیلی اینکه توی چه موقعیتی توی جامعه داره اینو از کجا میفهمه، اینکه بقیه جامعه چجوری داره بهش نگاه میکنه از اینجا میفهمه که جاش تو جامعه چیه. خب و ما هم خودمون که معنی زندگیمون رو چجوری پیدا میکنیم، ما معنی زندگیمون رو به وسیله آینه جامعه پیدا میکنیم، یعنی ما به جامعه نگاه میکنیم و نگاه میکنیم که جامعه چجوری ما رو نگاه میکنه و اینو به شکل آینه خودمون رو داریم نگاه میکنیم که جایگاه خودمون رو بدونیم و این به زندگی ما معنی میده. خب تو جامعه ای که دین خیلی مثلا ما اگه بخوایم از دین استفاده کنیم برای معنی زندگی، اتفاقا دین خیلی خیلی به طور به شکل خیلی یعنی زرنگی کرده که اومده از این میل انسان استفاده بکنه که رول خودش رو بزرگ بکنه. خب چون ما ببینید اینکه دین میاد به جواب میده مثلا به امیال ما خیلی امیال طبیعی مختلف داریم، میل داریم که معنی داشت یعنی رول خیلی مهمی داشته باشیم تو دنیا، تو طبیعت، تو جامعه مطرح باشیم و دین میاد به این یه جوابی میده. خب نه تنها میاد به این یه جوابی میده، میاد میگه که بدون من این جواب برای شما وجود نداره. خب و کسایی که دنیای دینی هم به دنیا میان چون دین به این جواب داده فکر میکنن خب پس بدون دین جواب وجود نداره، در صورتی که کسایی که بدون دین به دنیا میان و هیچ وقت مثلا تجربه ندارن که دین این جواب رو بهشون داده باشه، اکثرشون هیچ وقت احساس نمیکنن که بدون دین این جواب نداره. خب ما چون به دنیا اومدیم و دین به ما این جواب رو داده فکر میکنیم خب پس تا حالا چون دین این جواب به ما داده بدون دین ما برای این جواب نداریم. این یه دروغه. نه تنها بدون دین ما برای این جواب داریم، دین جوابی که ما داده جواب خیلی ناقصیه و جوابیه که برای بقای خود اون دین طراحی شده نه برای ارضای ما. خب ما این میل رو داریم که به یک معنی مطرح باشیم، خب و ما میتونیم این میل رو یه جوری به شکل‌های خیلی مختلف ارضا بکنیم، ولی جوابی که دین به ما داده برای این میل جوابیه که برای بقای دین برای بقای اون دین به وجود اومده نه برای خوشحالی و ارضای امیال ما. خب حالا چجوری جواب این معنی رو پیدا بکنیم این بستگی به شما داره. خب چجوری تو زندگی تو معنی پیدا میکنیم؟ ما 1,000,000 جواب بیشتر همه انسان‌های دنیا برای این جواب داریم. خب من ممکنه معنی پیدا بکنم توی اکتیویزم، یه نفر ممکنه معنی پیدا بکنه که یه پزشک خیلی خوب باشه، یه نفر میخواد یه مادر خیلی نه تعریفش آرمین تعریفش رو همون من تعریف خوبی ندارم، ولی چیزی که به نظر من میاد وقتی ما داریم در معنی صحبت میکنیم مطرح بودنه، مطرح بودن توی دنیاست، مطرح یعنی اینکه ما بی اهمیت نباشیم، ما یک چیزی نباشیم که مثلا من اگه مردم هیچ تأثیری تو احساس میکنیم احساس پوچ، یعنی معنی چیزیه که نبودنش به ما احساس پوچی میده. خب ما میخواییم ما احساس کنیم که مهمیم برای یه کسی، برای یه چیزی. خب این مطرح بودن و متاسفانه خیلی ها ما میخواییم مطرح باشیم برای تمام جهان، تمام برای یه چیز خیلی بزرگی. خب مثلا یا خود برای همه جهان یا برای آفریننده جهان. خب یعنی ما احساس میکنیم که اگه برای همین توی تاریخ ادیان انسان ها کردن مرکز تمام جهان که تمام کره ها و خورشید و ماه و اینا دورش میگرده و خدا اصلا تمام جهان رو برای این وجود آورده که انسان رو توش بذاره و تمام فرشته ها و تمام جنا رو گفته که اصلا سر تعظیم بکنن، سجده بکنن به طرف انسان. خب ما میخواییم مطرح باشیم، مهم باشیم، این معنی داشتنه. خب ولی مشکلی این روش فکر کردن اینه که
ما میخوایم برای جهان معنی داشته باشیم و مطرح باشیم خیلی روش فکر اشتباهیه. خب برای که جهان شعور نداره، فکر نمیتونه بکنه. خب یعنی اینکه ما میخوایم برای جهان مطرح باشیم و معنی داشته باشیم، مثل اینه که بگم که من میخوام برای مثلا کفشم برای کفشم معنی داشته باشم، یعنی من اگه مردم فردام که میخوام کفشم برام فردا گریه کنه. خب یعنی واقعا اینکه مثلا ما بگیم، یعنی ما چه فکر همه جهان رو نگاه میکنیم، خودمون رو نگاه میکنیم، احساس میکنیم ما چیز کم و بیچیز و کوچیکی هستیم تو این جهان بین بزرگی. خب و این احساس پوچی که به دست میده، ما باید یه جوری برای اینکه بتونیم با این زندگی کنیم، باید بیایم بگیم که نه، همه این جهان اصلا برای ما به وجود آورده، یا میایم میگیم یه خدای این جهان رو به وجود آورده که این خدا ما رو کرده مرکز همه جهان. خب و اصلا تمام جهان رو برای ما وجود آورده و ما اصلا میتونیم به این دعا بکنیم و معنی زندگی ما پرستیدن این خداست. خب یا به کسایی که به خدا اعتقاد ندارن ولی هنوز به عقاید ماوراءطبیعه دارن، یه جوری میان میگن تمام جهان اصلا فکر داره، خرد داره، شعور داره و این جهان مثلا یک شعور، مثلا تو فابریک یونیورس یک کانشسی هست که ما براش مطرحیم. خب یعنی ما میخوایم یه جوری برای جهان مطرح باشیم، در صورتی که من میگم اینو بذارین کنار، جهان مثلا ستاره ها و کره و خورشید و اینا برای شما، اینا هیچ، این همه جهان اصلا برای شما براش مهم نیست که شما هستین یا نیستین. اگه تمام کره زمین فردا محو شه، جهان برای ما گریه نمیکنه، چون جهان برای هیچ چیزی گریه نمیکنه، برای جهان مهم نیست. اینکه برای همین خیلی ها سعی میکنن که به جهان یه شعور بدن، یا با درست کردن یه چیزی مثل خدا، یا به خود جهان شعور دادن، هدف این کار اینه که ما رو مهم بکنه تو جهان. خب ولی من میگم که ما باید دنبال معنی باید کجا بگردیم؟ ما دنبال معنی باید جایی بگردیم که شعور واقعا وجود داره. خب فهم وجود داره. خب لازم نیست ما به دنیا، به همه دنیا فهم بدیم که خودمون رو معنی بدیم و خودمون رو مطرح کنیم. خب همون چیزایی که به طور طبیعی فهم دارن، اگه اونا برای ما ارزش قائل بشن، اون منبع معنی برای ما میشه. خب شما اگه مثلا یه بچه داشته باشین که تمام زندگی این بچه دست شماست و شما دارین به زندگی این بچه رو خوب میکنین، یعنی شما مثلا یه پدرین، یه مادرین، خب این که این بچهش عاشق شماست و شما رو به عنوان مثلا مادرش یا پدرش دوست داره، خب این میشه منبع معنی. یعنی شما مطرح بودن شما برای این بچه، خب یا برای زنتون یا برای شوهرتون یا برای مادرتون یا برای جامعتون یا برای یه پزشک یا یه پرستار، این برای مریضتون، یا اینکه اگه پلیس، این برای کسی که بهش ظلم شده، خب یا اینکه اگه قاضی هست، این برای کسی که براش بی‌عدالتی شده. شما منبع معنی مطرح بودن شما برای کساییه که تو واقعا فهم هست. یعنی این شما لازم نیست به چیزایی که فهم ندارن فهم بدین که مطرح بشین برای چیزای بی‌فهم. چیزایی که تو واقعا الان فهم دارن به اندازه کافی زیاد هستن که به اندازه کافی منبع معنی برای شما بشن. بفهمید؟ بله، خیلی ممنون. حالا تو یه تعریف دیگه ای از معنا شاید بشه به این نتیجه هم رسید که ادیان اصلا زندگی انسان رو بی‌معنا میکنن، چون وقتی که انسان به این نتیجه برسه که قراره بمیره، به نظر من در جستجوی معنا خواهد بود. و اگه تو بیای این خیال رو تو آدم ها ایجاد کنی که بعد این مرگ هم زندگی دیگه خواهد بود و یه حیات جاودان داری، فکر نکنم انسان ها دیگه به دنبال معنا و جستجوی معنا باشن، زندگیشون فاقد ابعاد و معنا میشه. حالا شاید توی یه تعریف دیگه ای از معنا یه بار دیگه توضیح بده. ببین منظورم اینه که حالا تو اون تعریفی که از معنا شما گفتی شاید این نگنجه این حرف من، اما اگه یه تعریف دیگه ای از معنا باشه، مثلا اون ارزشمندی کارهایی که یه انسان تو طول زندگیش انجام میده. خب مثلا نماز خوندن اگه در باور ما کار بیهوده‌ایه، یه کار معنادار نمیتونه باشه. خب و دین میاد چون به ما میگه که ما یه زندگی جاودان داریم، هیچ وقت قرار نیست که مثلا به عدم برسیم، هیچ وقت قرار نیست که بدنمون تجزیه بشه، هیچ وقت قرار نیست از این دنیا بریم. خب انسان رو از حرکت و جستجو به سمت معنا نگه می‌دارن، اجازه نمیدن که انسان به زندگیش عمق و ابعاد بده. منظورم این بود.
میتکن خودت. ببینید این این یکی از هزاران تا هزاران روشی که دین داره سعی میکنه از ما استفاده بکنه. فقط ما میل داریم به معنی برای زندگی ما. خب ما میل به خیلی چیزای دیگه داریم. دین میاد سعی میکنه بگه که من جواب همه این چیزها رو دارم و به دروغ داره سعی میکنه به ما باور کنه که بدون من، بدون دین، شما بدبخت میشین. همه این جوابا بدون جواب، همه این سوالا بدون جواب میمونه. خب نیاز شما به مثلا عشق، به معنی، خب به کامیونیتی، به هدف، خب جای شما تو جامعه، همه اینا اصلا همه چیتون پوچ پوچ میشه. خب در صورتی که این همش درست فقط هم نیاز نیست. ما به طور طبیعی از خیلی چیزا به شدت میترسیم. خب و دین میاد از این ترس ما استفاده میکنه، مثلا جهنم و اینجور چیزا رو، پوچی و اینا رو، مثلا هیولا زیر تخت خوابمون میذاره. یه میلای خیلی شدیدی به یه سری چیزای دیگه داریم و اینا رو میاد میکنه بهشتمون. اینا فقط کلک دین هست. خب یعنی چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست. من شما برید تو کشورهایی که الان مثلا دین خیلی کمه، مثلا تو کشورهای اسکندیناوی نگاه کنید، مردم احساس بی‌معنی بودن نمی‌کنن، مردم احساس پوچی نمی‌کنن. منبع مطرح بودن تو جامعه به شدت زیاده و یک پارچه هم نیست، میدونی؟ یعنی اتفاقا خیلی بهتر بدون دین ما به این جواب میرسیم، برای اینکه ما هر کدومون با هم قدر شدید فرق میکنیم که جواب این سوال خیلی فرق داره برای من تا نفری تا یک شخص دیگه. اگه دینه که میاد میگه که ما هممون جواب سوال برای هممون یکیه، هممون رو میخواد یک پارچه بکنه، مثل یک ارتش توی میم اسلام. خب و این یه دروغه. ببینید تمام کسایی هم که ممکنه احساس پوچی یا بی‌معنی بکنن به خاطر اینکه بی‌دینی براشون عادی نیست. اکثر کسایی که احساس پوچی یا یا عدم معنی تو زندگیشون میکنن وقتی دینشون از دست میدن، برای که دین تو کلی مدت منبع این معنی بوده، یه چند سال که بگذره بعد از این مدتی میبینن که هیچ مشکلی برای پیدا کردن معنی تو زندگیشون نخواهند داشت. اکثرشون نمیشون. من برم سراغ نفر. بله درست، یه شوکه اپیستمولوژیکال بهشون دست میده، یه مدت بعد اون رو دوباره یه معنای جدیدی برای زندگیشون پیدا میکنه. خیلی ممنونم ازت. فکر کنم زمانم چون یه ذره زیاد شد، سوالای بعدی هم نبودن، خیلی عالی و فوق العاده جواب دادی. فکر کنم یه برنامه پرباری ضبط شد و دوستان میتونن ببینن. متشکرم ازت. خیلی ممنون. خواهش خواهش.